آقا خیلی مخلصیم، دمتون گرم. چطوریم بچه ها؟ فکر کنم براتون سوال باشه که چرا شب؟ برای اولین باره که شب داریم ویدیو میگیریم. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. امیدوارم که هر جا هستین شاد، ثروتمند، سلامت، در پناه خدا، زنبوراتون عالی، موفق، زنبوراتون در حال پیشرفت، همه جوره باحال باشین. آقا ما یه سری همیشه قاب هایی که هست میمونه، یک سال دو سال میمونه، کندوهای کثیف هست میمونه قاب هاش، کندوهای بیمار هست قاب هاش میمونه، چون ما موماشو جدا میکنیم و قاب هاش میمونه اصولا. بچه ها سوال میکنن آقا ما این قاب ها قبلا توی یک کندوی کثیف بوده، توی کندوی بیمار بوده، توی جای بد بوده، الان میتونیم ازشون استفاده کنیم یا نه؟ نه که بندازیم دور. نمیتونین استفاده کنین. راحت نگم، چون اگه استفاده کنین همون بیماری که سال قبل یا تون بوده رو دارین انتقالش میدین به یک کندوی دیگه. چی کارش کنیم؟ راه برای ضد عفونی، یک عالمه راه وجود داره بچه، چیزای زیادی هست. از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده داریم تا آتیش و آب جوش. بهترینش چیه؟ راحت ترینش چیه؟ خب اصولا شما بخواین اگه با آتیش چی کنین، مثل همون قضیه تمیز کردن کندو که حالا ویدیوشو میگیریم میذاریم واسه تون، بخواین با آتیش بعد دونه دونه یه عالمه قابو شما تمیز کنین با آتیش که خیلی وقت میبره، موم آب میشه، دود میگیره و این حرفا. اما یکی از بهترین راهها مثل قضیه جوشوندن و آب کردن موم، میتونین از یه پیتلبی و از آب جوش واسه ضد عفونی کردن قاب هاتون استفاده کنین. چه جوری؟ شما یه پیتلبی دارین، حالا اگه دارین یه دیگ بزرگتر، یه چیزی که میدونین نخواین بعد ازش توی چیز دیگه استفاده کنین، چون توش مومه اصولا میچسبه و غیر قابل استفاده واسه کارهای دیگه میشه. به خاطر همین یه پیتلبی مثل ما توش آب پر میکنین، میذارین به دمای جوش برسه. دمای جوش چند درجه است؟ 100 درجه. آره 100 درجه است. 100 درجه است و توی این دما دیگه هیچ میکروبی تقریبا باقی نمیمونه. تقریبا میکروبایی که واسه زنبورداری مضرب توش باقی نمیمونه، باکتریا. بعد از اینکه شما این آب به جوش اومد، شما میتونید از این قاب ها داخلش استفاده کنین، داخلش بذارین تا درست بشه. اینو دیگه تو ویدیو بهتون نشون میدیم. اما چرا شب؟ داستان داره چرا شب؟ آقا قبل از اینکه بگی چرا شب، بگو بچه ها لایکتون یادتون نره. آقا راست میگه، لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایبتون رو چک کنین. آقا سابسکرایب میپره، یه کامنت هم بذارین مثل اینکه حالا چند تا قاب داشتین؟ حالا چرا شب؟ داستان از همه مهمتر قضیه شب بودن یا روز بودن کارتونه. مثل آب کردن موم، این هم یه چیزیه که چون روش مومه توی آب جوش قرار بره، باعث ایجاد عطر میشه. اگر نزدیک به زنبورستان باشین یا اگر زنبورستان کلا نزدیکتون باشه، باعث میشه که زنبورای عسل رو به خودتون جذب کنین. جذب میکنین، میاد اینجا دور و برتون، هم اذیتتون میکنه، هم امکان داره نیش بزنه، هم کلا گمراه میشن از خونشون و عادت میکنن به اینجور جاهای پرت رفتن. یا مثلا میگن بچه ها امکان داره چی بشن؟ یه کلمه داره، قارتی. قارتی امکان داره بشن، چون میان حمله میکنن به یه سمت دیگه به خاطر عطر مو. به خاطر همین سعی کنین شب باشه و دور از زنبورستانتون این کار انجام بدید. همه چیز تئوریشو گفتیم، بریم عملی. خب چی نیاز داریم؟ پیت باید واسیم جوش بیاد. آره آب نه جوش اومده، جوش اومده. این آره این دیگه حال بشه، مثلا الان 100 نیست، 98 درجه است، ولی به نظر میزه جوش بیاد. آره چیا نیاز داریم؟ پیت، آب، پیت خیارشور، پیت خیارشوره تبلیغ نشه، و یک عدد گاز و استفاده از قاب های کثیف کپک زده همه جوره و یه دونه پارچه مانند بچه هایی که دیگه خیلی وسواسن، یا پارچه یا یه اسکاجی چیزی که بعد از اینکه این تو قرارش دادین تمیزش کنین، شیکش کنین، بذارین خوشگل بشه، بخواین استفاده کنین. یکی دیگه از خاصیت های این حالت اینه که باعث میشه زمانی که این مومای دور برش آب میشه، باعث میشه رو کل این چوبه بره. به نظر من باعث میشه عمر چوبه یه ذره بیشتر شه و پذیرشش توی کندو بهتر باشه. آقا خیلی مخلصیم، جوش اومد، بالاخره جوش اومد. ساعتای هلوش 3-4 و از اول گذاشتم الان دور بر 10:30 شب، ولی جوش اومد. خب چی کار میکنیم؟ این قاب های آشغال شده به درد نخور رو دونه دونه توی آب جوش میذاریم. هرچه بزرگتر باشه میتونید تعداد بیشتری بذاریم، ولی در این حال باید حواستون باشه که دستتونم مراقب باشین. میذاریم داخلش خشکه، بر ما 2/3 جا میگیره، کامل جا نمیگیره. 4 تا، یکی دیگه هم بده. اینم 5 تا،
این به این شکل میذارین یه هلوش چند ثانیه، اصلا زیاد نیازی نیست چون انقدر آب داغه و درجا همه چیز از بین میبره. یه 15 20 ثانیه میذارین داخل آب باشه، خوب اون موماش برای موما همش آب بشه، قشنگ شل بشه. بعدش یه نتستی بقیه چند ثانیه واشیم. این دیگه هیچ احد و ناسی، هیچ موجودی نمیتونه توش زنده بمونه. میاریمش بالا، تمام. یه دستمال اگه داشته باشین میتونین با دستمال، اگر ندارین اسکاچ یا هر چیز دیگه یه دور بکشینش، تمام. ایناش همش میره، نگاه کنین. بعد برعکس اون سمتشو میذارین، دونه دونه همین کار انجام بدین. اینم یه ذره اگه بزرگتر باشه پیتیتون بهتر میشه، انجام راحت تر میتونین انجامش بدین. هیچی باقی نمیمونه، نگاه کنین این دو طرفشه دیگه، تا اینجا دقیقا بوده. یه طرفش تمیز، یه طرفش کثیف. این ورشو میذاریم. با این کار خیلی بهتره بچه، تنبلی نکنین سر این موضوع. قاب کثیف و به درد نخور مساویست با بیماری ها، مساویست با کندی کار زنبور. زنبور کار نمیکنه روی چیزی که کثیف باشه، بد باشه، کار نمیکنه. بیماری آقا پایم، بیماری، بیماری که حالا بدترین حالتشه دیگه. یعنی بیماری شما اگه این کارو نکنین راحتتون کنم، هر بیماری که کندوی قبلیتون داشته رو با خودتون حمل میکنین، پرورشش میدین و انتقالش میدین به نسل بعد. فکر کنم این توضیح کافی باشه واسه اینکه بچه‌ها مجاب بشن این کارها رو انجام بدن و تنبلی رو سر زنبورداری بذارن کنار. یه سری کارها تنبلی ها توی زنبورداری مساوی با از بین رفتن کل کلونی. این قاب کسا خودش خوب نیست یا. این از این، این طرف رو گذاشتین، از اون طرف دوباره شروع میکنین. تموم شده این بر. یه قاب تمیز دارین، این از این کامل تمیز میذاریمش کنار بقیه که تمیز شدن. یه دستمال یه چیزی فقط باشه بکشیم باش این مومای روش قشنگ پخش شه، اگه مومی هست آبی هست گرفته بشه و پخش بشه. این از این، این چه قابای تمیز خوشگلی از آب در اومد بچه. این نوع این اولی شد، نوع نوع خوشگل تمیز. هم نوع نوع صحبت قابش کجی. این سریش رو تمام کنیم و ویدیو رو انتهاش برسونیم. حالا شاید ما بینم یه چند تا ویدیوی سریع گرفتیم از گذاشتن اینا. بچه هاش پس نکاتش رو فراموش نکنیم، آب جوش این کار رو باید انجام بدین، شب حتما انجامش بدین و قاب های کثیفتون رو اصلا شک نکنین که باید این کار رو حتما انجام بدین، چون شک کردن به این کار مساوی با خراب کردن کلونیاتون. خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم، مخلصیم.